315 شاغل خارجی غیر مجاز یا افغانستانی های غیر مجاز در سیستان و بلوچستان شناسایی شده و متاسفانه که اخراج شده است. اجاره دادن خانه بتبای افغانستانی در مشهد مقدس و کرمان تخلف دانسته شده و کسانی که کار را بکنه حدود 2 میلیون جریمه در نظر گرفته شده. همچنان اتباع مجاز و دارای مدرک کار همچون در مدارک در شغل‌های مثل شغلی که مربوط به غذا باشه، مربوط به دارو باشه و سایر شغل‌هایی که معالی بر شما اعضا میگم رسما غیر قانونی دانسته شده و هیچ اتباع افغانستانی حقی در این کارها نداره. و چند خبر جدید دیگر که همین حال به دسترس ما رسید خدمت شما اعضا تقدیم میکنم. به نام خدای مهربان، عرض سلام و درود احترام وقت بخیری و خسته نباشید دارم خدمت همه شما بیننده های عزیز و سایه های گرامی. امیدوار هستم که همیشه خوب و صحتمند باشید، از بدی ها و گزند روزگار در امان خداوند بی‌نهایت مهربان. از دان دل بسیار زیاد خوش آمدین در یک برنامه دیگه و بازم در این برنامه من خدمت شما اعضا قرار دارم. در برنامه های قبلی ما در مورد کارت های سرشماری، برگه های سرشماری و کارت های هوشمند خدمت شما صحبت کردم که البته میخوایم در آغاز بگویم کارت هوشمند توضیحش در استان ایران به دلایلی که خودشان ذکر کرده بود، دلایلی که مشکلات داخلی گفته شده بود، متاسفانه دیروز را مسدود شده بود کارت و ای سایت اصلا بالا نمی آمد و همچنان مراکز توضیحش هم مسدود شده بود. خوشبختانه پس دوباره این مرکز در تهران که هست باز شده و عزیزایی که مشکل داره میتونه که در اونجا مراجعه بکنه و مشکلات خود را حل کنه. البته دوستان های گرامی مربوط به مشهد به تهران میشد و در سایر استان ها باز است و فعالیت میکنه. البته یکی چه قسم فعالیت میکنه دیگه وش ده شما معلوم است اما معلوم نیست. میریم سر اصلی چند خبری را که امروز ما بر شما آوردیم. از آن دل گفته میشه که ایرم مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلان کرده که 315 شاغل خارجی که طبیعی افغانستانی بوده در سیستان و بلوچستان توسط کارفرماها و مردم محل گزارش داده شده و اینا رفتن، اونا را از سر کار دستگیر کرده و پس دوباره اخراج کرده، یعنی در اردوگاه ها برده برای اخراج کردن آماده است. اما آنچه که مهمتر است و ما میخواهیم خدمت شما بگویم از آن ایه که چند تن از عزیزا حتی مدرک هم داشته، متاسفانه با وجود داشتن مدارک اینا را اخراج کردن. و مسئله دیگه ای که آقای کواکبیان قبلا شما در کمپاین‌های انتخاباتی حتما ایشان را دیدین، سخنایشان را شنیدین، به تازگی در یک گفتگو در یکی از خبرگزاری‌های آنلاین بودم و ازش سوال میشه در مورد اتباع خارجی مخصوصا اتباع افغانستانی و نظر عجیب غریب را ارائه میکنه. میگه که از کارمندان افغانستانی، از مهاجران افغانستانی کرده ما بیشتر درگیری از این هستیم که نشود اینها نفوذی باشد، یعنی کسانی باشد که به امنیت ما اخلال وارد کنند. متاسفانه انسان‌های فهمیده و هوشیار و بلندی از اینا همچون حرفهایی را در مورد اتباع خارجی میزنه و بعد اینمی 315 شاغل که به تازگی دستگیر شده با کارد و مدرک اخراج شده و آقای کواکبیان در مورد در این مورد هم حرف میزنه که کسانی که مدرک هم داشته باشه میتونه جرم بکنه. یعنی چی؟ یعنی این که اگر مدرک هم داشته باشه شما باید آنها را رد مرز بکنین. یک همچون اشاره عجیب غریبی دارم با وجودی که قبلا در کمپاین انتخاباتی بسیار سخنهای چرب و نرم در مورد اتباع میزد و یکی از مشکلات و یکی از سیاستهای خود را متمرکز به همی کرده بود که اگر ما به قدرت برسم و ریاست جمهوری را به دست بگیرم یقینا مشکلات تمام مهاجرین را حل میکنم و در ضمن رفتار برادرانه هم را اینا خواهم داشت. در اکثر از سخنرانهایشان شما شنیدین که میگفت که یکی از سیاستهای آینده ما حل مشکلات افغان است، نمیگفت که مثلا اینا را خارج کنین حتی اگر مدرک هم داشته باشه.
مدیر بازرسی و نظارت استان تهران و مشهد، این دو جای، البته تهران در این روزا بیشتر سرخط خبر هستم. مشهد هم اجاره دادن خانه به اتبار شدیدن من کرده. من دیروز در یک برنامه در مورد ای تهران ای صحبت را کردم که مدیر بازرسی و نظارتشان گفته بود اجاره دادن خانه به هر اتباع افغانستانی که حتی مدرک هم داشته باشه جرم پنداشته میشه و اگر صاحبان خانه ای لطف را بکنه که بیاید در برای ما گزارش بده بسیار خوب، اگر نه ما از طریق رهنمایی معاملات اونا را پیدا میکنیم و باز صاحب خانه یا صاحب ملک هم از طرف ما حدود 2 میلیون جریمه میشه. و اینمی خبر دقیقا امروز در مشهد هم رخ داده. مدیر بازرسی و نظارتی استان مشهد هم اینمی اعلان را کرده که اجاره دادن خانه به اتباع در مشهد تخلف دانسته میشه و کسی که این کار را بکنه 2 میلیون جریمه برشان در نظر گرفته شده. اینها مسائل امروزی بود و یک چیزی مهم دیگر را که من میخواهم بر شما بگویم و این خبر هم جدید است در مورد کار است. دوستای نهایت گرامی گفته که اتباع مجاز و دارای مدرک به کارهای مثل کاری که مربوط به غذا باشه، تولید غذا باشه یا هر کار تولیدی باشه که در او انواع غذا تولید شود، همچنان کارهایی که مربوط به دارو باشه و کارهایی که مربوط به دارو و ساختمان و اینا باشه، مثلا کار باشه، رهن خانه باشه، دیگه و دیگه باشه، برای اتباعی که حتی جواز هم داشته باشه، مدرک کار هم داشته باشه، پروانه کار هم داشته باشه، مدرک اقامتی هم داشته باشه، به هیچ عنوان اجازه دادن نمی‌شود. یعنی اینا آمدن یک قانون جدید را ساختن و در این قانون جدید گفته که اتباع مجازی که پروانه کار داشته باشه فقط به کارهای ساختمانی میتونه که کار بکنه. اورم دوستای عزیز در خبر گفته به کارهای سخت ساختمانی، منظورشان یعنی همو مثلا کارگریه دیگه، به کارگری اجازه داره و از او به بالا به هیچ عنوان اجازه نداره. اینی خبر به تازگی نشر شده عزیزان و جدی هم هست. یعنی به تمام عزیزانی که مدرک هم داشته باشه اگر کار خوبی مثل کار راحت داشته باشه گفته که نه شما اجازه نداری. اینمی چند خبر را من خدمت شما آوردم عزیزان، دل به تازگی رخ داده بود و در مورد کارت هوشمند و همچنان برگه سرشماری برای شما عزیزان دل بگویم که کارت هوشمند بعضی اوقات اگر کدام اخلال در توزیعش رخ میده یک کدام مشکل زودگذر است و رفع میشه عزیزان دل. مثلا در تهران همچنین مشکل دیروز به وجود آمده بود و سایت مسدود شده بود و برای فعلا پس دوباره باز شده و عزیزان میتونه که بره کارت خود را بگیره. البته کسایی که قبلا ثبت نام کرده و عزیزانی که در این راستا کدام مشکلی دیگه ای نداره، مثل بعضی از عزیزایی که بارها کامنت هم داده و پیام هم داده که متاسفانه ما تا به حال نتونستیم کد یکتا را برای فرزندای خود دریافت بکنم. کد یکتا را کسی که دریافت نتونسته تا به حال عزیزا، اینی مشکل جدی هم من پیگیر ازی هستم که یک خبر موثق در این مورد برای شما عزیزا بیارم تا این مشکلات شما هم حل شود. ولی متاسفانه تا به حال موفق نشدم که یک خبر موثق از زبان کسی بشنویم یا از یک سایت خبری معتبر تا برای شما عزیزای دل ارم قصه بکنم و بیایم بگویم که شما هم در جریان باشید. خیلی از عزیزای ما متاسفانه به همین مشکل برخوردم. برگه های سرشماری عزیزان دل در بعضی از استان هایی که من در ویدیو های قبلی برای شما گفتم بله تمدید شدم و در بعضی از استان های دیگر اصلا اگر وقتش هم باقی باشه میگه که نمیچلم، اما در استان هایی که من ذکر کردم قابل چلش بوده تا چند روز پیش را و یکی که چی برای اینا خواهد پیش آمد کدام طرح و پالیسی جدید نیست، اونمو اعلانی که قبلا کرده بود طبق از اون اعلان پیش میره، یعنی که کارت شما برگه سرشماری شما تمدید میشه. ولی ای که چرا برخورد ها متفاوت متاسفانه در استان ها، حتی رفتار ها متفاوت در بعضی از استان، وقتی ببینه که شما برگه سرشماری دارین مثل از اینکه شما هیچی ندارین، شما را گرفته رد مرز میکنم و در بعضی از استان های دیگر قابل چلیشه. مثلا خیلی از عزیزای ما پیام داده بود که در استان هایی که ما زندگی میکنیم بله تا به حال را برای ما کار نگرفته و ما برگه سرشماری داریم وقت داره و برای ما هیچ مشکل پیش نیامده.
اینی طور دوستا گفته ازارگی ما که خال خاله در هر جای متفاوته، در یک استان یک قسم رفتار میشه، در استان دیگر دیگر، اما از بالا همون یک فرمان صادر شده ای که تمامی از این کارتها باید تمدید شود و عزیزا به کد یکتای خود هم برسن. کد یکتا دوستای نهایت گرامی به معنی چی؟ کسی که کد یکتا داره یعنی حتما کارت اقامت هم داره. بله، برای او اعضا راحت داده میشه و گفته بود که حیثیت کد ملی را داره. دیگه برای اونا کسی کد یکتا داشته باشه دیگه هیچ مرکز آموزشی یا مثلا مدرسه مکتب حق ازیر نداره که شما را ثبت نام نکنه یا برای شما مشکل تراشی کنه، به خاطر که از بالا اعلان شده که کسی کد یکتا باشه یقینا مدرک اقامت داره. مدرک اقامت داره کد یکتا به معنی کد ملی و هیچ کس حق نداره. اگر بعضی از مدارس همراه شما رفتار بد میکنم یقینا که در اونجا کدام حرفی در بین خودشان است، این از بالا هیچ مشکل نیست، شما کوشش کنین که این مشکلات را با گفتگو حل بکنین و یقینا پیسه خود را بز در هر جای میگیرن. اینم عزیزای دل خبرهای جدید بود. یک خبر دیگر هم هست در مورد ملک و جایداد. عزیزانی که ملک و جایداد داره، حالا چه اجاره کرده باشه چه به نام یک شخص دیگر او را خریداری کرده باشه، چون اکثر از ما و شما مهاجرین افغانستانی عزیزی که از اینجا رفتین در ایران مدارک اقامتی اگر نداشتین، اگر خواستین که خانه بخرین یقینا به نام خودتان نیست، اگر خواستین خانه را اجاره بکنین یقینا به نام خودتان نیست و به نام یک ایرانی ثبت شده. در این مورد یک مشکل به وجود آمده، ما دنبال ازی هستیم که اینمی خبر را تکمیل بکنیم، تا به حال را تکمیل نشده. اگر تکمیل شده انشالله در برنامه بعدی شما حتما اون را ببینین که بسیار برای شما از مهم است. من در اونجا دانه دانه تشریح میکنم مشکلاتی که به وجود آمده را در استانهایی که به وجود آمده، همهشان را برای شما خاط گفتم، اما تا به حال این خبر ما تکمیل نشده. بعضی از مشکلاتی که داره اینمی را که من ثقه بکنم تکمیل بکنم یقینا که برای شما از دل اعلان میکنم و شما حتما او برنامه را از دست نتین. دیگه دوستان عزیز گرامی زیادتر از این وقت شما از دار نمیگیرم. وقت شما خوش باشه. خدا نگهدار.